دهستان چاشم در بخش شهمیرزاد قرار داره. از شمال به سوادکو و دودانگه مازندران، از جنوب به سمنان، از شرق به دامغان و از غرب به فیروزکو و تهران متصله. در گذشته کل این روستاها رو به نام شهریارکو می نامیدن. شهریارکو جزئی از قارنکو، یعنی دودانگه امروزیه. در کتب قدیم اومده شهریارکو در واقع همان جبال قارن و پیشتر مرکز خاندان قارنبند بود. این کوهستان به کوهستان شروین نیز یاد شده است. شهریارکو بیشتر از سایر نواحی اهمیت نظامی داشته است و سه راه مهم آن: راه شمال به جنوب که کلید فتح طبرستان بود، راه شاهی که صد دروازه رو به فیروزکو و ری متصل می کرد که راه لشکرکشی تیمور و گریز حسن صباه بود، و راه سوم از آسران به سوادکو است، راهی که صد دروازه رو به سوادکو متصل می کرد که محل درگیری پارتیان و تپورها با جلگنشینان بود. وقتی زندگی شهری پرسرعتی داری، به نظرم مهمه که به خودت استراحت بدی. من در طول دوران زندگیم هیچ چیزی رو شیرین تر از سفر نیافتم. من خیال دارم مسیری رو از دل ششمین استان پهناور ایران دنبال کنم، استانی که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و همینطور اقلیم بیابانی گرم و کوهستانی سرد برخورداره، استانی که با کبیر عجین شده اما خنک‌های وجودش آدم و سر شوق میاره، استانی که دیگه نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد گردشگری کشوره، با رنگین کمانی از آیین‌ها، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع، و البته اماکن طبیعی و تاریخی بی‌شمار. به همین خاطر زندگی عادیمو رها می‌کنم تا خودمو وقف این سفر خاطره‌انگیز کنم در قلب کومش، در جایی که سمنان به سمت شمال پیش میره. روستاهایی در دامنه رشته کوه البرز قرار دارن که در گرمای تابستون با خنک‌ها عجین شدن. من از چاشم، مرکز دهستانی به همین نام، شروع می‌کنم. در کوچه پس کوچه‌های چاشم که روزگاری جزو دودانگه مازندران بود، من به دیدن یکی از اهالی میرم. یک مرد 86 ساله به نام سید اسحاق نووی. سلام علیکم. سلام علیکم. اسحاق عمو نجار. خیلی خوش تشریف بیاردی. میتونم بیام خونتون؟ آره بفرما بفرما. سلامتی. یالا آقا این هم نجاری من. یعنی این شغل رو از پدرتون به ارث بردی؟ میگم این شغل رو از پدرتون به ارث بردی؟ آفرین آفرین آفرین. پدر من نجار بود، منم نجاری دارم. آره. در کل از شغلت راضی بودی در این چند سال؟ انشالله آره، ناراضی هم نبودی. الان هنوزم ادامه میدی؟ نه آره آره. چه چیز درست میکنی الان؟ اینجا در پنجره، مبل، صندلی، همه این کارها رو ما انجام میدیم. میبینم که شما الان ابزار نو آوردی، قدیم ابزار کار چی بود؟ قدیم کار ابزار همش با دست و همش با چیزهای قدیم و همش با زور و فشار. این کلید قدیم خیلی سالهای قبل برای اینکه در محکم کنن برای روی دیوار نصب کرده، نه اینجوری. این چیه پشت در؟ در دیگر بسته بیه، بعد به وسیله دستگاه دیگری که اینجا ده یه برکشیه عقب در باز بیه. برای ما گمه کلید و کلید مار. این هم یه چیزی خواهم به شما نشناده آقای عزیز، این هم یکی از کارهای هنری دستیم. یعنی قنداق و تفنگ دیگه؟ آره. از قدیم درست میکردی؟ از قدیم دار. بعد برای چی استفاده میکردی؟ حفاظت محل، اون موقع دزدینه، در قلندر دینه،
آدم های بی خود در اینه مردم این محل حفاظت کرده نه این یه بلنقد سرپره از بالا بره پر کرده نه این دور محل کشک داره که مبادا آدم های بی خود داخل محل بیه در قدیم بعد قدیم یاقی ها زیاد بودن این منطقه او دست دقل و یاقی فرامون مینه منطقه مشتی هم همین منطقه بود نه؟ مشتی فلوری هم این منطقه داییه مشتی هم اینجا حمله کرد؟ یک مرتبه اینجا حمله کرده چون که مردمان چاش واقعا سلح سور و مردمان دلیری بینه بره نشتن اینجا داخل بابه فرار کرده خودت هم مقابله کردی نگهبانی دادی توی محل؟ من نگهبانی دادم منتها با مشتی رو ندیدم خب الان که دیگه نه یاقی هست نه دزدی نه دغلی خب دیگه چرا اسلحه میسازید شما؟ نه من میدونی شنیدم جدیدن دوتا خرسی منطقه شکار کردن خب این اگه دست یه نااهل بیفته به محیط زیست ما لطمه میزنه آره ولی زشته هر کسی که خرس هم که میزنه پلنگ هم میزنه شکار هم میزنه کار خوبی نیست منطقه برای حفظ زراعت یه موقع درست میکنیم که زراعت محفوظ بمانه یعنی تیر هوایی خالی میکنه حیوان فرار کنه صدای تیر بشته و فرار کنه خب حالا میره یه موقع کار زشت میکنه دیگه اون چیه؟ اون پنجرهای بالای دیوار؟ اون هم پنجره خونه خراب کردم این پنجره ها خود کار دست منه آوردم اینجا برای باستانی که امثال شما ها بیان اینجا تماشا کنن واقعا هنرمنده واقعا هنرمنده برای اینکه آثار قدیمش از بین نره خونه خراب شده اما آثار قدیم از بین نره قدر هنرش رو خودش میدونه یه چیز با ارزش هست که عمو اسحاق منو به دیدن اون میبره چیزی که نماد مقاومت و ایستادگی اهالی چاشم در برابر تهاجم بیگانگانه یک برجک دیدبانی مربوط به سده های میانه دوران های تاریخی پس از اسلام البته یکی از چهار برجک به جا مونده روستاست پدران ما صحبت کردن 500 سال سابقه خدمت چه استفاده میکردن؟ این در زمان ناامنی جنگ چهار تا برج داشته زن و بچه رو یاردن این برج پناهگاه بیه حالا سرباز داشتنه یا جنگی داشتنه دور محل محافظت کردنه که مبادا دشمن داخل این محل بود یعنی از این برج برای محافظت اهالی استفاده یعنی زن و بچه در اینجا محافظت پناه میگرفتن بعد آذوقه‌شون چی میشد اون وقت آذوقه رو قبلا اینجا آماده میکردن بعد راه پله‌اش کجاست این چند طبقه راه پله اونجا سه طبقه خب بریم راه پله رو میتونم من برم بالا من که نمیتونم شما اگه شما قبلا رفتی شما من با اون زمان جوانی رفتم جوان بودی رفتی آره نرم به نظرشون میتونم برم یا نه من خسته میشه نمیتونی اینجور پلک نداره اینجوریه نه من هنوز میخوام جوون باشم انشالله جوانه باشه کمکم نمی کنی آجی من نیم تو میترسی نه نه نمیترسم نه کمکم میکنی خب برو بعد از اینجا میره به این طبقه میرسه اینجا این بالا باید برم اینجا رو با پلک بالا میرم نه الان از این پله برم بالا این سقف اعتبار هست نمیریزه اعتبار هست خب پس اینجا باید تو کمکم کنم برم بالاخره اگه نری اشکال داره مگه آره خب برو خیلی پله‌ها خیلی تنگه من تعجب میکنم اون انسان‌های تنومند گذشته چه شکلی از پله‌ها بالا میرفتن نه خیلی از ما بزرگتر بودن و این سنگایی که اینجا گذاشتن چه سنگاشو چه مقاومت بود که فرو نریختن بود و راه پله‌ها هنوز سالمه خیلی جالبه برام حالا برو بالا رفتم استاد یه پله رو گذروندم طبقه بعدی از این پله باید برم دعا کنم سالم برگردم پله بعدی خیلی تنگتر و خیلی مخوف سقف دومم برو انشالله خیره انشالله خیره امیدوارم سقفش نریزه وای وای تماشا کن میگم
آقا اینجا شونه های من پهنه، یا باید این شکلی برم؟ من نمیدونم والا، اگه میشه دوربین واقعا بیاد شونه باید لاغر کنم خودم، نمیتونم اینجا برم، اگه گیر کنم به حساب کیه؟ من به سختی خودم رسوندم به طبقه دوم، ولی ببینم خب اینجا هوا نورش هم بهتره، ولی خیلی تنگه، من به سختی اومدم. من تعجب می‌کنم این انسان‌های قدیم چه شکلی اومدن. اینم طبقه دوم، یک قسمت دیگه اومدم بالا، اما در اینجا خیلی نور بیشتره و تعداد دیدبان‌ها یا هر چیز دیگه اسمش هست دور تا دور فراوونه. احساس می‌کنم این سقف امنیتش هم بیشتره و چوب‌های قوی‌تری هم داره. سختی که این همه سال مقاومت کرده از چوب‌های ارس، تبریزی، بید که نازک‌تره و برگه‌های نی تشکیل شده. اینها این همه سال این سخت رو نگه داشت. اما اینجا دیگه شونه‌های پن به درد نمی‌خوره، چون تنه خیلی تنگه و باید اوریب بیام بالا. وای چقدر مشقت بار بود. خلاصه سقف دوم رو هم فتح کردم. الان تصور میکنم دور تا دور این قلعه پر از تفنگچی های خیلی شبیه تفنگ شد. بهتره با این تفنگ منم برم شکارشون. سقف دوم هم نور بیشتری داره، هم تعداد حفاظت بیشتر. من فکر میکنم به دوران قجری یا شاید هم صفویان برسه، به دلیل اینکه در اون دوران بود که اسلحه وارد ایران شد و اینجا تنها برای حفاظت میتونه باشه، نه چیز دیگه. دور تا دور این برج جای قرار گرفتن لوله‌های تفنگ و دیدبانیه. البته تصمیم دارم آخرین سقف رو هم فتح کنم. خدا به خیر بگذرونه. عمو حساب، عمو حساب، خلاصه دیدم بالا. زندگی شاید یه خیابان درازی است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می‌گذرد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه باز می‌گردد. و زندگی شاید خانه است که رو به ویرانی است و قدردانی برایش نیست. با تغییر معماری روستاها و خونه‌های روستایی هر منطقه، آداب و رسوم، فرهنگ و سبک زندگی اون منطقه نیز تغییر می‌کنه. چه در زیبایی. نه زنگ داره، نه آیفون. اما دو تا در کوک داره که خیلی مهمه. امروز در هر خونه‌ای بری با آیفون تصویری صاحبخونه می‌فهمه که پشت در مرد یا زنه. اما در گذشته هم متوجه می شدن. چگونه؟ با همین دو تا درکو. حالا به نظر شما کدومشون برای آقایونه، کدومش برای خانما؟ این صدای زیر برای خانماست و این صدای کلفتم طبیعیه، برای آقایونه. البته فرقی نداره چه زیر چه بم، چه مرد چه زن، کسی خونه نیست، چون در خونه قفله و صاحب خونه مهاجرت کرده، رفته شهر و شهری شده. همه جاذبه و زیبایی روستا به ساختار و بافتشه که به لطف ساخت و سازها تغییر رنگ دادند و شهری شده. البته در چاشم هنوز خونه‌هایی هستن که محفوظ مونده. این یه نمونه از خونه‌های قدیمی در چاشمه. خونه‌هایی که سقفشو با چوب‌های تبریزی و شاخه‌های گوند پوشش می‌دادن و بدنشو با سنگ و کاغذ درست می‌کردن. معمولاً با یه پله وارد خونه می‌شدن و در کنار هر خونه یک انباری کوچیکی بود که جایگاه هیزم بود برای سرمای زمستون. و از همه مهمتر پنجره‌های خونه معمولاً یا مربع شکل بود یا شش‌ضلعی و یا دایره شکل. اما امروزه
این خونه ها همه تبدیل به شیروری شدن که از مازندران به اینجا انتقال پیدا کرد. گلگوی کردن یا گل مالیدن برای زینت خونه است و تزیین معماری بومی خونه های ییلاقی. داره رج میگیرم، مثلا بالار سفید نمیتونستم بکنم، اینجا قرمز الان درست کنم، یه خورده خاک و گرد بگیره، خونه تمیز باشه. با چه چیزی درست میکنه اینو؟ با گل دیگه، همین خاک و گل و کاه. هم کاه و گل و قدیما یه خورده چیزی حیوانی میرختن، برای حیوانی میرختن که محکم بشه، ولی الان ها میگن بومی ده نمیریزن. در قدیم پس میرختن؟ آره قدیم میرختن. بعد این رنگ میریزید داخل این یا خود خاک که اینه؟ خاک بعض خاک خیلی قرمز قشنگ میشه. این خاک زمینی بود گرفتم امروز، قرمز نشد به خاطر خوشگلی و به خاطر مسی ما چشم جو این کار میکنیم. روستانشینی یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های زندگی اجتماعی که تاکنون ادامه داشته. روستاها رو باید به عنوان رکن اصلی در ثبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تلقی کرد. بنابراین بخش روستایی و رسیدگی به معضلات و مشکلات این بخش از اهمیت خاصی برخورداره. دو چنار چاشت، در واقع یک چنار از یک ریشه، مانند مادری که بچه های دوقلو داره. در فرهنگ کهن ایرانی درختان بسیار مقدس بودند و هر آنچه که داده خداست پاک و دوست داشتنیه. بنابر اعتقاد ایرانیان، نعمت های موجود در جهان هستی به عنوان بخشش خدایی در خور حمایتند و به همین دلیل همه مردم در مقام امانتدار باید در حفظ این مواهب طبیعی بکوشند. زنان همسایه در جایی که بهش تندیر کله میگن گرد هم اومدن تا نون پخ کنند. اونها در هفته دو بار تندیر کله رو روشن میکنند. همیشه بیاد داریم که مردان رو نان‌آور خانواده میدونستیم، اما در روستاها نقش زنان در پویایی اقتصاد خانواده بسیار پررنگه. وای عجب عطری داره نون شما. تو این هوای کوهستان با این نون تازه صبحونه خوردن یه مزه دیگه داره. اسم این نونتون چیه بانو خاله؟ دلبکو نون. چه چیزایی توش داره؟ آش داره. خب. کنجی داره. خب. آلوز داره. بله. باقلما. مرغون. جزریک داره. پس یه غذای کامله. نون دیگه، نون زرد، نون توش آرش کمی، شیر کمی، شکر کمی، این چیزا کمی، تخم مرغ کمی، عروسی بسه. آرش، گردو، زردچوبه، جزغله نه. بعد اینا رو از کجا تهیه میکنی؟ بالاخره دم بگیرم داغ کنم میبینم زیر از دیگه آرشه، از شیر گیرم پنیر درست کنم، بعد بره آرشه درست کنم اینا. تهیه گردوتون هم مال منطقه خودمون؟ آره تو منطقه خودمون داریم. بعد آردشو چی؟ از شهر میارید یا گندم خود؟ خودش کشاورزی. خودکفایید پس. گندم هم خودتون میکارید، گردو منطقه خودتونه، کنجد منطقه خودتونه. بعد ملک خاله، ظاهراً سخت‌ترین کار دست شماست. آره. چون با آتیش کار دارید. آره. چرا اون آقا خانم انجام نداده؟ اونا بلد هستن. امروز نمیتونستم به نوبت شما بگردم بدانه. باتن تیاه کن. امین نون واسه پنج کاش، واسه دلدکور نون. یک نون دیگه کمی شیر کمی گمی شرخس نون. یک نون دیگه کوچیل نون کمی گمی غنی نون. خوبه پس تنوع نونتون زیاده. ساده و نمیگمی پنج کاش. دیگه کوچیل نون کمی شکر کمی شیرنی و اینا بره کوچیک درست کمی و باقل ما کوچیل نون کمی عروسی دارمی پسره خارزای برزای سفر سر برمی. اون وقت شما موقعی که در شهر هستید نون صنعتی میخرید با این نون خیلی تفاوت داره؟ اینجا نون بگدن و اینجا لذتش بیشتر. برای چی؟ هوای خونک هسته، قدیمی مال شیمار هسته، این میبینه سر یادوی یارمی.
درسه آردم هم اینجا آرد هسته، اینجا بار هسته، اینجا وسیله هسته، هسته همه هسته نه. دیومی یک رج نون که میکشه سنت به من هسته. دست درد نکنه، دست درد نکنه. اینم برکت این خونه. دست هواتون درد نکنه. واقعا لطفی داره توی کوهستان خونک چاش خوردن نون دل دکردنون. جای هواتون خالیه. با این حس و حالی که نون محلی بهم داد، آیا اشتهایی برای خوردن نهار باقی میمونه؟ کیه که این نهار خوشمزه رو رد کنه؟ غذاهای اهالی چاشم درست مثل زندگیشون کاملا طبیعیه. منشأ این غذاها طبیعت بخشنده یه الوازه. جای همه تون خالی. تحچین مخصوص چاشم، مهمان خانواده نبوی. بفرمایید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. نوشی جانتون. ببخشید. آقای بفرمایید. بفرمایید. درسته که من با شکم تعارف ندارم. اما فقط برای خوردن نهار اینجا نیومدم. این زوج عاشق هنر دیگه ای هم دارن. حالا شما زوج عاشق که این همه زحمت کشید و این داروهای گیاهی رو مهیا کردید، میتونید در مورد خاصیتش هم برام توضیح بدید؟ خاصیتش این اوشیمک هست، تم میکنن چایی اصلا نوکرش نمیشه، جدنم نوکرش نمیشه. اوشیمک؟ اوشیمکه. اوشیمک صحرا داره، بیابون داره. دم کردشو میخورن؟ دم میکنن میخورن. آره. برای چی خوبه؟ چی میارنی دم که میخورمی؟ برای دل دردم خوبه. درسته. خوبه این خیلی خاصیت چرخوشکون هست. اون صحرا چایی. چپونو دم کن نخورنه، امم چی میارمی؟ لینگ درد است، خوب است، خیلی خوب است، خیلی خوشتم، خیلی خوش. این سبزیای خوش. این سره و لولو است، بریم شو می سرسرا ماشین گیر ترکتور گیر شو می سرسرا. شما تنها میرید یا نه رفقون دست جمعی بو میشم اونجا دور زمین پیدا کو می چی می یک کویتان دور نه یک کویتان نه دور نه. شما تا حالا خرس دیدید؟ خرس آره. در هم موقعی که برداشت میکردین امسال داشتیم زره چی می خرس جدایه های های گرد می خرسرا رو گرد بردو اما زرش بچی می درود باش. این راه میرسه به سرچشمه روزیه، جایی که آب از دل کوه میزنه بیرون. از چاش برای دیدن سرچشمه روزیه به اینجا اومدم. اینجا یه روزی پر از آب و سرسبزی بود. ظاهراً برای آبرسانی به سمنان جهت سرچشمه رو تغییر دادن و امروز جز صخره‌های خشک چیزی رو نمی‌بینم. البته میتونم عکسایی که قبلا داشتیم رو به شما نشون بدم. ای کاش کارشناسان یه مقدار بیشتر مطالعه می‌کردن تا این سرچشمه به این روز نیفته و محیط زیست من آسیب نبینه. خالق آثاری در طول دوران اسارتش. تو جعبه مارگیری من یه سری آثار هست، اینو باز کنم ببینید. بعد نیست حالا دوستان اینجا تشریف آوردن. ببینید ما اونجا کارهای خیلی زیادی رو انجام میدادیم. سید رضی نووی رزمنده‌ای بوده که بیش از 5 سال رو در اسارت گذرونده. من اول از این دفترچه شروع کنم. حالا عراقی ها اونجا امکانات هیچ به ما نمیدادن. ما
نه دفتر داشتیم، نه خودکار داشتیم، نه کاغذ داشتیم. از این کاغذهای کارتون رو مثلا که توی اردوگاه حالا باد می آورد یا کارتونای گوشت رو می گرفتیم، کاسه رو توی آفتاب 50 درجه اونجا داغ می کردیم، این کاسه رو اوتو می کردیم بعد این کاغذ صاف می شد، کاغذ می گرفتیم دفترچه به این صورت درست می کردیم. توی دفترچه مثلا چی؟ این دفترچه‌ای که صلیب آورده، بعد ما اون دفترچه‌ای که صلیب آورده رو تیکه تیکه کردیم، به این صورت تبدیل کردیم. کار من گیوه می‌بینم. آره کارهای دیگه که انجام ببینید، این گیوه در اصل این کفی دمپاییه. درسته. بعد اینم پارچه مربوط به لباس ماست. بله. پارچه داخل لباسایی که اونجا به ما دادن. البته اینو آخر اسارت درست کردیم. اوایل ما همش دستی بوده. ولی این آخرای اسارت که دیگه آتش بس شد و یک سالی که در انتظار بودیم برای تبادل، در انتظار بودیم برای ما چرخیتی آوردن، این آخر اصالت درست کردیم. خیلی الان قابل استفاده هم هست؟ بله میتونیم بپوشیم. نه پیش میاد بپوشی گاهی وقت؟ بله بعضی وقتی میپوشم قدم میزنم. دلت برای اصالت تنگ میشه؟ یعنی خیلی هم اصال میکنم. آره خوبه. ببینید این الان خود همین کیسه مثل جبه مارگیری. آره این کیف، البته این کیف رو، البته این زیبا رو ما از سربازای عراقی همین آلبوم درست میکردیم، اینا برای ما زیب میآوردن، این سری چیزایی رو از اونا التماس میکردیم میگرفتیم. خود همین کیف داخلش چیزای زیادی هست. این گلدوزی بوده که اونجا به اصطلاح وقتای سرگرمیمون رو به این صورت کارهای گلدوزی انجام میدادیم که نمونه های مختلف ما داریم، که این دو تا کاری که خودم انجام دادم سال 35-69 این آخرای اسارت اینا رو تولید کردیم. این آلبومی که شما الان اینجا میبینید، این حاشیه‌هاش مثلا اینجا چون به روستامون خیلی علاقه داشتیم چاش. اینجا نوشتیم چاش. اینا همه این مال داروهای مختلف و اینا زرورق سیگار و اینا رو میگرفتیم، چیزاشو با ابتکارات خودتون بود. آره کاملا همه کارا رو خودمون انجام میدادیم. این چیزایی که شماره تاریخ اسارت ماست. اینم شماره صلیب 18-65 اسیر شدیم. این شماره به اصطلاح چیز ماست، کد شماست. آره و ما در کل اسارت 3 تا عکس گرفتیم. کل آره کل این 5 سال 3 تا عکس گرفتیم و این 3 تا عکس رو برای خانواده فرستادیم. و مهمترین نکته که به اصطلاح توی نامه ها بود، ما هم مغم ما مادر ما بوده. دقیقا. چون واقعا این مادر بود که بیشترین سختی ها رو تحمل میکرد. انشالله به یاری حق به زودی زود آزاد میشود. زنان روستایی با دست بافتاشون نقش مهمی در کسب درآمد خانواده ایفا میکنند و توانمندی زنان روستایی به توسعه، رفاه فرهنگی، اجتماعی و رفاه خانواده ها کمک میکنند. پارچه خریم میش؟ چه اسمایی داره اون وقت؟ این اون شلوار، پارچه سفید، من لب سیاه زمی، نوار زمی، این جومه من لب نوار زمی، این جلاسه. من تن پول زمی هم. برای زیباتر شدن. برای خوشگلی دیگه. قدیم سنت قدیمی. یکی رو کنم مکنم. کشک دار نیزم. پس این سفید رو میگن؟ شلوار. و آبی رو؟ این نگونه جومه. این نگونه جلغزه. این نگونه مکنا. و مال شما الان چیزی که تو کمرتون بسته اسمه چیه؟ چادرشو. چادرشو. شب گونه اما باشه زمین بی چادرشو. الان شما چی رو سری که سرتون رو این که مکنا نیست؟ این رو سری مکنا گهت مکنا هست و کچک دار مکنا. عروسی این شل شل ول کنونه ویر کنونه که بزن باوی. فقط صنایع دستی نیست که اینجا زنده نگه داشته شده. بازی های بومی به طور عام دارای یک بار فرهنگی هستند. بازی‌های بومی، قبیله‌ای، محلی و سنتی ایرانی علاوه بر بار فرهنگی از جذابیت و تنوع بالایی نیز برخورداره. استاد حملتاش تنوع‌هایی شامل کتک خوردن، استاد حملتاش بله کتک خوردن، استاد حملتاش بله مواظب کتکم باش و باز هم کتک خوردن، استاد حملتاش بله مواظب کتکم باش. به این بازی میگن استاد تنبلتاش. ظاهرا دو طرف چشاشون بسته است
و با چشم بسته باید در مقابل رو تنبیه کنن. واقعا میتراشن تنبلا رو. موازی به کتکم باش. چپ چپ. باشه باشه بون برزنی. استاد همه تاش. ولی نگاه نکنی از زیرا. ولی. موازی به کتکم باش. این ولی ولی به طرف ما. ولی کرده. خب بازنده و برنده این بازی کیه؟ اگه بیشتر کتک بخوره دیگه. اگه بیشتر کتک بخوره خسته بشن. تا خودشون خسته شد. آقا خسته نشدین؟ به اینه که میشه گوند آقا. با بعضی ها شوخی راحت نمیشه کرد. خیلی باید جدی بود آقا. بسیت عمل داشت. بازی با کتکم باش. استاد همل تاش علی اوازه به کتکم باش ماشالله علی استاد همل تاش بله اوازه به کتکم باش چپ بابه نسه چپ آخی جشونم این باره علی آب برای به نیتراز دم نه اوتو موازه به کتکم باش آقا بگو علی آقا بگو چون استاد همل تاش از بزنم بله موازه به کتکم باش چپ 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 راست راست استاد عمل تاش علی آوازه به کتکم باش بیرم استاد عمل تاش بله آوازه به کتکم باش دیگرم دادم اونم چه کم از چیز ندارم استاد عمل تاش جوانای محل چاش مشغول بازی برده برده هستن. اونها یک پارچه یک رو به شکل کتک درست میکنن و از زیر پاشون میچرخونن. کسی که وسط ایستاده باید اون کتک رو پیدا کنه. در غیر این صورت انقدر چوب میخوره که از حال بره. منم میخوام برم از حال برم. آقا ما هم سعی میم. آقا ما هم سعی میم. من هم میخوام بیام بازی. این طرف شد. اسم بازی هست برده برده کا. برده برده کا. آقا این چیه؟ این کتک. باروسه اسم اسم این چیه؟ درنه. درنه آقا. درنه. درنه شون بگیست. با این درنه میزنن. درنه. درنه شلاقی که با پارچه درست میکنن و قربونش برن دیگه. خدا کنه نصیب من نشه. جوان ها میخوان انتقام بگیرن از من پیره مرد. بریم به کجا میگیرن. آره بریم. شلاق از دست بگیره بود بری بسن. آره میدونم. بلدم بازی رو. بریم. شلاق از دست. پا تو جفت خواهی این شلاق رو نبینه. ولی میبینه میگیره از من. آره آره. دست باید باشه پایین. درسته؟ من اشتباه کردم از بالا انداختم. آره آره. خلیل.